سلام، به تماشو خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو از پارک مجسمه فریز اجرا میکنم. در برنامه این هفته فانوس خیال اینگمار برگمان، یادی از کارگردان شهیر سوئدی در 100مین سالگرد تولد او. عکس ها و یادداشت ها، نمایشگاه حامد رشتیان در سوئیس. آسیب های روانی جنگ افغانستان در اجرای بی کلام از گروه تئاتر واموس. پارک مجسمه فریز نمایشگاهی از مجسمه‌هایی در ابعاد بزرگ که هر سال در فضای باز پارک ریجنت برگزار میشه. امسال 25 اثر از هنرمندای بین‌المللی به نمایش در اومده که در بین اونها نام‌های شناخته شده‌ای مثل جان بالدساری، تریسی امین، کیکی اسمیت و بسیاری دیگه به چشم می‌خوره. نمایش کارها در فضای عمومی به جای فضای بسته گالری ها به هنرمندا امکان میده مخاطب متنوع‌تر و گسترده‌تری داشته باشن. بعضی از این مجسمه ها با طبیعت پارک ارتباط برقرار میکنن و به تغییرات این طبیعت واکنش نشون میدن. مثل کار رعنا بیگم که از پنجره های رنگی هنر اسلامی الهام گرفته و در طول روز با تابش نور خورشید بارها چهره عوض میکنه. مجسمه مینیمال بیگم از 4 شیشه به رنگ‌های قرمز، آبی، سبز و زرد تشکیل شده و در ساعت‌های مختلف روز با استاب نور ترکیب‌های متنوعی از این رنگ‌ها پدید می‌آره. بعضی از آثار هم پیامی سیاسی دارن، مثل کار هارون گانسالی، هنرمند اهل آفریقای جنوبی که به خشونت پلیس نسبت به شهروندا اشاره می‌کنه. سال 2012 پلیس آفریقای جنوبی در یکی از خشونت‌آمیزترین عملیات تاریخ معاصر این کشور 34 کارگر معدن رو که اعتصاب کرده بودند قتل عام کرد. کار گانسالی یادواره‌ای از این رخداد تاریخی. گرچه احتمالاً با پایان پارک مجسمه فریز خیلی از این کارها وارد مجموعه خصوصی میشن، اما دست کم تا 3 ماه این مجسمه ها بخشی از تجربه روزمره رهگذران خواهند بود. امسال 100مین سالگرد تولد اینگمار برگمن، معروف‌ترین فیلمساز سوئدی و از مهمترین چهره‌های تاریخ سینمای مدرنه. به مناسبت این 100مین سالگرد در کشورهای مختلف برنامه‌های متنوعی در بزرگداشت برگمن برگزار شده. چند مستند تازه درباره او به پرده سینماها اومده و اخیراً هم BFI یعنی انستیتوی فیلم بریتانیا مجموعه آثار او را طی 3 ماه نمایش داده. ما هم به همین مناسبت برنامه این هفته رو با یادی از برگمن، فیلمسازی که در آثارش مدام به مضامینی مثل ایمان، عشق و تنهایی انسان می‌پردازه آغاز می‌کنیم. کمتر پیش می‌آید یک کشور را با یک سینماگرش بشناسند، اما 7 دهه است که اینگمار برگمان این نقش را ناخواسته برای سوئد ایفا کرده است. هر کس که به سینما التفاتی دارد غیر ممکن است حداقل یک فیلم از برگمان ندیده باشد. اما حتی بزرگترین برگمان شناسان دنیا هم نمیتوانند ادعا کنند که تمام کارهای این استاد درگذشته را که شامل سینما، تلویزیون، تئاتر، اپرا و ادبیات میشود بررسی کردند. برگمان از سال 1944 و به مدت 60 سال بیوقفه در سینما کار کرد. بین شاهکارهای او تابستان با مونیکا، مهر هفتم، توت فرنگی های وحشی، پرسونا و فریادها و نجواها سبک‌های متفاوت آزموده شده است. حتی با اینکه گروه تقریبا ثابتی از بازیگران در دوره‌های مختلف در فیلم‌هایش ظاهر شدند، آدم هر بار از چهره‌های آشنا روحی تازه می‌بیند. امسال به مناسبت 100مین سالگرد تولد او، فیلم‌هایش در بیشتر پایتخت‌های مهم دنیا دوباره و چند باره روی پرده رفتند. دنیای برگمان دنیایی است بین خواب و بیداری. فیلم‌های او در فضای ذهنی می‌گذرند. انگار داستان‌هایش در موقع غروب یا طلوع آفتاب اتفاق می‌افتد، وقتی که نور هم در شکل عینی و هم در شکل استعاری‌اش در حال دگرگونی است. وقتی وضوح بیرونی اندک است و آدم‌ها باید به درون خودشان نظر بیندازند.
جرقه اصلی یک فیلم برگمان چیست؟ oftast är det så för mig. Oftast är det det att jag ser någon bild. Som till exempel i Viskningar och rop. Så var det en bild jag såg länge, av ingen anledning alls. Det var en bild jag såg med ett rött rum. Och i det rummet så var det tre eller fyra vitklädda kvinnor. Men de stod långt bort i rummet. Jag hörde inte vad de sa, men de talade med varandra. Och jag tyckte då att det var... Den där bilden kom tillbaka gång på, den envisades. Så att jag började känna att de där damerna angick mig. Och att de skulle säga saker och ting. Ingmar Bergman. جهانی شدن برگمان تا حدی مدیون شکوفایی اقتصادی سوئد در قرن بیستم بود. کشوری فقیر و مذهبی که به سرعت به مقام یکی از مرفه‌ترین و آزادترین کشورهای جهان رسید. اگر برگمان سمبل سوئد بود، سوئد را سمبل دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌دانستند. اما برگمان به جای تمرکز بر پیشرفت، سویه تاریک آن و رنج و افسردگی زندگی در جامعه مرفه را زیر ذره بین برد. It's very easy to forget the spiritual problems, the problems about man's soul, and but when you have everything and you can reach everything, suddenly, of course, you feel that you have forgotten those things, yes. And they are suddenly far away, and you feel a sort of insecurity. برگمان را بیشتر از همه برای درام‌های درباره زندگی زناشویی، تنهایی، ایمان و مرگ می‌شناسند. این موضوعات مختص به او نیست، اما به خاطر نوع بررسیش از آنها چنان رد پررنگی بر تاریخ فرهنگ گذاشته که اگر فیلمی همه یا بخشی از این موضوعات را کنار هم بگذارد، بعید نیست مهر برگمانی با آن بزنند. اگر غرب وحشی صحنه اصلی فیلم‌های جان فورد بود و کلاس مدرسه فضای بعضی از مهمترین فیلم‌های عباس کیارستمی را تشکیل می‌داد، برای برگمان کانون درام اتاق نشیمن خانه زوجی از طبقه متوسط است. کمتر کارگردانی به اندازه او به نقاط گسست زندگی زناشویی با جزئیاتی چنین تکان دهنده نزدیک شده است. متوات jag och min dåvarande hustru, vi var på besök hos våra vänner i Köpenhamn. Och så hade vi fått nycklar för att våra, och vi skulle bo hemma hos våra goda vänner där. Så hade vi fått nycklar och sen så kom vi hem då vid kanske två tiden på natten. Och så satte jag nyckeln i låset och bröt av nyckeln. Och sen så fick vi sitta. För vi ville inte ringa på då och störa våra vänner. Så vi satt till 6-7 på morgon. Då man tyckte att det var lite anständigt att ringa. Och kom och prata om vårt äktenskap. För vi hade aldrig... Vi satt i trappan. Vi hade aldrig blivit hopskjutsade på det där sättet. آیا برگمان گیاه خودرویی بود که یک دفعه در خاک مستعد سینمای سوئد رشد کرد؟ با وجود اینکه بیشتر آدم‌ها دوست دارن نوابق را موجودات یگانه بدانند، واقعیت این است که برگمان محصول مستقیم 4 دهه فیلم‌ها و فیلمسازان بزرگ سوئدی در پویاترین صنعت سینمای اسکاندیناوی بود. بین همه فیلمسازان سوئدی که بر او ردی انکارناپذیر گذاشتند، ویکتور شوستروم اهمیتی ویژه داشت. Och i den vevan så blev Victor Sjöström anställd här. Han hade varit borta länge då, han hade varit i England. Victor Sjöström blev anställd som konstnärlig ledare för Filmstan. Och så en dag förfull så när det var lunchpaus så stod Victor här. Precis här stod han. Där nu ska vi se. Här stod Victor och passade på mig när jag kom. Och sen precis när jag hälsade god dag, Sjöström, så högg han
Jag gick förbi, bugade mig och gick förbi. Ja. Så då tog han mig så här. Ja. Så här. Inte särskilt... Och så sa han... jag har hört sägas att de bråkar med er, herr Bergman. Men det är inte de som bråkar värst, utan det är ju ni som bråkar värst. Och jag tycker vi ska prata lite med varandra. Så. Vi ska prata lite grann med varandra, så skakar han på mig. Så. Sen så... Och sen samlades folk då i fönstren här för att titta hur jag skulle bli utskälld. Ja. Sen gick vi säkert fram och tillbaka här en timme. Och han gav mig min första riktiga lektion i hur man gör film. Och framförallt hur man bär sig åt med de människorna som man samarbetar med. Och hur man bär sig åt med skådespelarna. پدر برگمان کشیش یکی از مهمترین کلیساهای استکهلم بود و تربیت سخت مذهبیش در کودکی به رابطه دوگانه او با مذهب انجامید. آمیزه از نفرت و در این حال جذبه توأم با ترس. مثل خیلی دیگر از فیلمسازان بزرگ، جدای از اعتقاد یا بی‌اعتقادی شخصیش، بعضی از مهمترین نشانه‌ها و مفاهیم آثارش از آموزه‌های مذهبی می‌آمدند. برای او احتمالاً سوال اصلی این بود که در فقدان مذهب چه چیز می‌تواند سرمشق اخلاقی باشد و منشأ امید بماند. معمولاً چنین سوال‌هایی در سینمای برگمان با سکوتی مرگبار روبرو می‌شدند. انگار که هم به خدا ایمان نداشت و هم از این شاکی بود که چرا خدا با او قهر کرده است. مذهب یکی از منابع الهام او باقی ماند، اما نه به عنوان سرچشمه ایمان، بلکه به عنوان سرچشمه تردید. همیشه این شایعه درباره برگمان وجود داشته که بیشتر فیلم‌هایش جنبه اتوبیوگرافیک دارند. خود برگمان بعضی وقتها این نگاه را تایید کرده و بعضی وقتها رد کرده است. اما باید از نظر دور نگه نداشت که برخلاف فیلم‌های تیر و تاری که درها بوی غسالخانه، رطوبت و بیماری امان بیننده را می‌گیرد، خود برگمان مردی بود شوخ و سرزنده و عاشق همکاران فیلم سازش. مید تریلوگی فکر دو میرو می شرپنده را هم درو میرو را Jag kan väl säga så här, utan att förheva mig, så kan jag väl säga det att Persona och Viskningar och rop, det är de två filmer som jag ställer för sig. Det är så långt jag kan nå överhuvudtaget. Det är alltså, jag tycker att där har jag lyckats med att pressa mediet till någonting bortom de normala gränserna. مهر برگمان را به فیلمسازان زیادی میتوان دید، اما امروز برگمان بیشتر ستایش میشود تا اینکه مورد تقلید قرار بگیرد. آن نکاتی که سینمای برگمان را برجسته میکرد، سینمای متکی بر هنر نمایش و بازیگری و کنترل مو به موی حرکت دوربین و نور، در سینمای معاصر کمتر دیده میشود و برخلاف آثار برگمان، وابستگی سینما و ادبیات به شکل سوال برانگیزی به حداقل رسیده. اما هر جا کارگردانی به روح یک بازیگر، به خصوص یک بازیگر زن، نزدیک می شود و او را برای ما به شکلی فریبنده و دردناک عریان می کند، همه از جادوی برگمان حرف می زنند. Thank you.
در بخش بعدی برنامه به دیدن نمایشگاهی میریم که از آثار حامد رشتیان، هنرمند جوان ایرانی، چند وقت پیش در زوریخ برپا بود. رشتیان در این کار مجموعه از عکس‌های روزمره خودش رو در کنار یادداشت‌های شخصیش قرار داده، به این امید که بتونه از این راه بخشی از خاطرات خودش رو حفظ بکنه. من به این فرصتی که برام به وجود اومد که بیام سوئیس که دوره بگذرونم به عنوان یه فرصت برای تجربه کردن نگاه کردم. در واقع محدودیتایی که زندگی حرفه‌ای تحمیل میکنه و اون انتظاراتی که زندگی حرفه‌ای از آدم داره رو بذارم کنار، سعی کنم برم دنبال اون چیزایی که برام ناشناخته است، دوست دارم تجربهش کنم و به صورت عادی فرصتش رو نمیکنم و این نقطه شروع جدید پیدا کنم برای خودم، که این نقطه شروع شد عکاسی. انتخاب مدیوم عکاسی اینجا برای من یک عمل عکاسانه نبود. من عکاسی رو به عنوان یک مدیوم برای در واقع کار کردن روی این ایده استفاده کردم. برای همین خیلی کیفیت عکس برای مهم نیست، بیشتر اون چیزی که اون عکس داره ارائه میده، اون مفهوم اون عکس و برخورد مفهومی با این عکس برای من مهم بود تا یه برخورد عکاسانه، چون من عکاس اصلا نیستم. اول شروع کردم با موبایل خودم ثبت کردن زندگی روزمره خودم و دلیلش این بود که خب من شهرم رو عوض کرده بودم و شهر جدید ویژگی خودش رو تحمیل میکرده من. شروع کم ثبت کردن تا ببینم این چیا داره تغییر میکنه. بعد این مدت که این عکس ها جمع شد یه چیزای دیگه یا توش پیدا کردم. مثلا وقتی عکس ها رو نگاه میکنم چی یادم میاد. در واقع اینجوری من رفتم به سمت، بیشتر جذب شدم به سمت ایده حافظه. ما چجوری به یاد میاریم، چجوری خاطراتمون رو به یاد میاریم. مقاله خوندم توی یکی از روزنامه، اینجا یکی از دوستان برام فرستاد، راجع به این هنر فراموش کردن، چجوری مغز ما تصمیم میگیره یه بخشی از خاطره رو به یاد بیاره و بقیهش رو فراموش کنه. من تصمیم گرفتم این بخش رو تقلید کنم، یعنی تصمیم بگیرم کدوم قسمت‌های روز رو به یاد بیارم. برای همین از هر روز یک دو سه عکس انتخاب کردم و تصمیم گرفتم اون روزم رو با این عکس رو به یاد بیارم، بعد باز تولید میکنم این حافظه یا این خاطرات رو. این عکس ها رو توی کامپیوتر به صورت دیجیتال من نگاتیو این عکس ها رو ساختم و بعد اینا رو تو لابراتوار به صورت آنالوگ ظاهر کردم، یعنی من این حافظه رو دوباره باز تولید کردم. یکی از تصمیماتی که گرفتم این بود که از هر روز یه سری عکس انتخاب کردم، اینا رو مثل لایه لایه رو کامپیوتر رو هم انداختم، اینا رو کاغذ ترانسپرنت چاپ کردم و شروع کردم هر چیزی که تشخیص میدم کشیدن روی این تصویر. خب این تصاویر تو هم رفته بودن، شکلای جدید ساخته بودن، در واقع یه بخششون انتزاعی بوده، بخششون شما میتونستون تشخیص بدین چیان. شروع کردم اینا رو کشیدن و بعد عکس رو از اون طرف کاغذ پاک کردم. در این تبدیل شد به یه طراحی از اون روز. یکی از کارهای دیگه که کردم روی این عکس ها این بود که زیر عکس ها یادداشت هایی نوشتم، در واقع یادداشت هایی در مورد اون عکس ها. یکی از دلایلی که این کار کردم این بود که فاصله بیشتری بدم بین این عکسایی که من گرفتم و عکاسی، در واقع با این یاد داشته اونا رو از میدیوم عکاسی دورترش کردم.
و اینا رو بیشتر به یادداشت‌های روزمره نزدیکم. در واقع با یادداشت‌ها سعی نکردم عکس رو توضیح بدم، سعی کردم یه لایه‌هایی که تو عکس دیده نمیشه رو بهش اضافه کنم. ما اینجا توی نمایشگاه حدود 400 تا عکس داریم. در واقع این 150 روزی که توی نمایشگاه نشون دادم کار من روی این پروژه تا الان بوده. کار کردن روی ایده حافظه رو من بعد از این نمایشگاه باز ادامه خواهم داد و پروژه بعدی من در واقع باز همین پروژه است و ادامه دادن همین پروژه است. گروه تئاتر واموس گروه تئاتریه که معمولاً با ماسک کار میکنه. آخرین اجرای این گروه یه تئاتر بی کلامه که به سرباز جوانی میپردازه که در جنگ افغانستان شرکت کرده و در بازگشت با مشکلات روانی حاصل از تجربه جنگ دست و پنجه نرم میکنه. تماشا به دیدن این کار رفته و با ریچل ساویج نویسنده و کارگردان این کار گفتگو کرده. گروه تئاتر واموس رو من در سال 2006 تأسیس کردم. در نمایش هامون ماسک تمام صورت بازیگرها و حتی دهنشون رو میپوشونه و بنابراین نمایش هامون بی کلامه. A Brave Face داستان یک سرباز جوان به اسم رایان و دوست صمیمیش رفیعه. اینا که دوتا پسر 17 ساله انگلیسی هستند به دنبال فرار از روزمرگی و ماجراجویی تصمیم میگیرن به ارتش بریتانیا بپیوندن و سر از افغانستان در میارن. نمایش به تأثیرات جنگ به خصوص جنگ‌های مدرن می‌پردازه. ما رایان رو از موقعی که تصمیم می‌گیره به جنگ بره، از دوره آموزشی تا اقامتش در افغانستان و بعد بازگشتش به خونه دنبال می‌کنیم. ماجرای رایان ماجرای همه سربازهای از جنگ برگشت است. داستانیه که من از زبون خیلی هاشون شنیدم و همینطور از خانواده هاشون. ما کمتر درباره خانواده سربازها حرف می‌زنیم، ولی در اصل اون‌ها خیلی چیزها رو تحمل می‌کنن و خیلی آسیب می‌بینن. خانواده سربازها زخم خورده‌های خاموشن و حمایت و کمکی هم بهشون نمیشه. من تحقیق برای این نمایش رو 2 سال پیش شروع کردم و اولین داستانی که خوندم ماجرای سربازی بود که بعد از بازگشتش از جنگ دچار تروما یا زخم‌های روانی شده بود. یک شب پدر و مادرش اونو در حالی که در یک سطل آشغال بزرگ قایم شده بود پیدا کردن و تازه فهمیدن که این بچه چه ضربه‌ای خورده و با چه مشکلاتی برگشته. این داستان روی من خیلی تأثیر گذاشت و باعث شد تحقیقاتم رو ادامه بدم و به دنبال داستان‌هایی گشتم که بشه راحت بدون کلام و با سبک ما بازگوشون کرد. بازیگرایی رو انتخاب می‌کنم که بازی واقع‌گرایانه رو خوب بلدن و اینجوری کار زیاد سخت نیست. فقط کافیه روی تکنیک‌های کار با ماسک باهاشون کار کنم. مثلا اینکه حرکت بدنیشون مطمئن باشه و شاخ و برگ‌های اضافه نداشته باشه. بازیگرا در ذهنشون دارن نمایشنامه رو دنبال می‌کنن، هرچند که نمایشنامه بی کلامه. کار ما اینه که با حرکات و حالات کاری کنیم که مخاطب داستان رو بگیره. تحقیق برای این کار ساده نبود، چون ما می‌خواستیم داستان‌های واقعی سربازان واقعی رو از زبون خودشون بشنویم و ایجاد فضای اعتماد برای اینکه اونا بتونن داستان‌هایی که اغلب آزاردهنده و غم‌انگیزه رو بازگو کنن سخت بود. ولی وقتی داستان‌ها رو جمع کردیم، می‌خواستم روزنه امیدی در این ماجراهای تیر و تار پیدا کنم. دلم می‌خواست از بازگو کردن این داستان تلخ نتیجه‌ای بگیرم و این اتفاق افتاد. چند ماه پیش بهم خبر دادن که در انگلیس خدمات جدیدی برای حمایت روحی و روانی از سربازان از جنگ برگشته تأسیس شده. به این نحو که هر سرباز از لحظه‌ای که مأموریتش تموم میشه میتونه با شماره تماس بگیره و کمک بخواد و این قدم خیلی بزرگیه. بنابراین
برای من این موضوع از یه تحقیق به یک کمپین برای ایجاد تغییر و اطلاع رسانی تبدیل شد. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونین روی وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینین. اگه خواستین گزارش‌ها و برنامه قبلی ما رو ببینین، به صفحه یوتیوبمون سر بزنین و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعدی، خداحافظ.